در این قسمت میخوایم بحثی داشته باشیم روی دامنه و برد توابه. اصلا تعریف دامنه چیه؟ تعریف برد چیه؟ حالا میتونه به ما نمودار بده، میتونه به ما ضابطه بده، میتونه به ما زوج مرتب بده. حالا هر کدومو ما مورد بررسی قرار میدیم. این تعریف داشته باشیم. اگر نمایش یک تابه به صورت زوج مرتب در اختیار باشه، جای خاطرتون باشه ما گفتیم تابه رو میخوایم به چند طریق مورد بررسی قرار بده. یکی از طریق رابطه بود که گفتیم یک رابطه زمانی تابه است که مؤلفه های اولشون مثل هم نباشه و اگر بود باید مؤلفه دومشون هم مثل هم باشه. اگر به ما نمودار بدن یه خطی موازی محور ایگرک ها رسم میکردیم، بیشتر از یک نقطه قطع میکرد، تابه نبود. حالا ضابطه رو آخر اینها مورد بررسی قرار میده. اینجا صحبت من روی دامنه و برد فقط از روی رابطه است. یعنی به من داره زوج مرتب میده. اینجا دقت بکنید. میگه مجموعه همه مؤلفه های اول زوج های مرتب دامنه و مجموعه همه مؤلفه های دوم آنها برد تابه خواهد بود. خب یعنی چی؟ اصلا اینطوری بهتون بگم بچه ها، مؤلفه های اول همون ایکسای من هستن، مؤلفه های دوم همون ایگرک های من هستن. اگه خاطرتون باشه اومدیم معدل امیر و در واقع بهروز و حسین روی محور ایکسا، اسمشون روی محور ایکسا نوشتیم، معدل روی محور ایگرک ها نوشتیم. اینطور بهتون بگم، مؤلفه های اول رو ایکس در نظر بگیریم، یعنی اگه من بخوام 2 و 4 رو رسم بکنم، یه چنین چیزی بخوام رسم بکنم، ایکسم 2 ایگرگم 4 یه نقطه میشه. پس مؤلفه های اول ایکس، مؤلفه های دوم ایگرگ. حالا این تعریف رو دقت کنیم. اگر به من رابطه بدن میگه دامنه همون مؤلفه های اوله، پس دامنه بچه یعنی همون ایکس ها، برد همون مؤلفه های دومه، پس بچه برد میشه همون ایگرگ ها. پس اینجا دقت بکنیم، دامنه تابه رو میخوام بگم، دی اف 2 3 -2 9 که اگه بخوام مرتبش کنیم -2 2 3 9. چرا؟ چون گفتم دامنه یعنی همون ایکس. خب توی زوج مرتب اولی ایکس هم چیه؟ 2، بعدی 3، بعدی -2 و آخری 9. پس این میشه دامنه من. حالا برد چیه؟ برد همون رنج تابه در واقع میشه مؤلفه های دوم. یعنی چی؟ 4 5 8 3 که به ترتیب بخوایم بنویسیم 3 4 5 8. پس بچه دامنه ایکس، مؤلفه های اول برد، ایگرگ مؤلفه های دوم. حالا دقت بکنید این سوالو، میگه بیاید دامنه و برد رو مشخص کنید. خب بچه اگه به شما یه چنین شکلی دادن میتونید اول تبدیلش کنید به رابطه به صورت زوجهای مرتب، بعد بیاید مؤلفه های اول رو در واقع دامنه بگیرید و مؤلفه های دوم رو برد بگیرید. به چه صورت؟ دقت بکنید اینجا بچه‌ها. 1 با چی در ارتباطه؟ 4 میشه 1 4. بعدی 2 2. بعدی 3 1. آخری 4 3. یعنی در واقع من اومدم این شکل رو، این نقطه ها رو اومدم به صورت چی نوشتم؟ آفرین، یک رابطه، یک زوجهای مرتب نوشتم. خب حالا از من چی خواسته؟ دامنه و برد. تعریف دامنه چی بود؟ مؤلفه های اول همون ایکسامون، 1 2 3 4. برد چی؟ مؤلفه های دوم، 4 2 1 3. به عبارتی دیگه 1 2 3 4. یعنی در واقع اینطوری میشه بچه، دامنه من 1 2 3 4 و برد منم 1 2 3 4. پس میتونیم اینطور تعریف کنیم، تا
تابع اف اگر به صورت پرانتز یا زوج مرتب بود، مؤلفه اولش x، مؤلفه دوم y، طوری که به قسمی که x و y هر چیزی میتونن باشن، عضو اعداد حقیقی هستن، real. پس میتونم بگم چی؟ دامنه من مؤلفه های اول همون x منه، برد من مؤلفه های دوم همون y منه. خب میگه چی حالا؟ میگه اگر نمایش یک تابع به صورت نمودار در اختیار باشد، تصویر نمودار روی محور افقی دامنه و تصویر نمودار روی محور عمودی برده. این یعنی چی بچه ها؟ اینو دقت بکنید لحظه. فرض کنیم یه چنین نموداری رو ما داریم. خب من میخوام بیام دامنه و برد این نمودار رو به دست بیارم. دوباره بر میگردیم به همون تعریفی که داشتیم. گفتیم چی؟ گفتیم تعریف دامنه مقادیری که روی محور x ها هستن. تعریف برد چی؟ مقادیری که روی محور y ها هستن. من میام تصویر اینو میندازم روی محور x ها. خب سایه دیگه بچه، سایه همیشه به صورت یه خط دیگه. سایه اینو انتقال میدن روی محور x ها، این میشه دامنه من. سایه همینو در واقع این نموداری که من دارم تصویرش میکنم روی محور y ها، اینم چی میشه؟ میشه برد من. پس در واقع اگر به من یک نمودار بدن، اون چیزی که روی محور x ها هست دامنه اون نموداره و اون چیزی که روی محور y ها هست برد اون هست. اینو دقت بکنید حالا، مثلا دامنه و بردشو به دست بیاریم. خب یه چنین نموداری من داده، از صفر خط کشیده اومده تا کجا؟ تا 5. خب من یه بار دیگه بهتون بگم، اگر نمودار دادن تصویرش روی محور x ها دامنه، تصویرش روی محور y ها میشه برد. خب این خط رو من دارم، میخوام تصویرش روی محور x ها به دست بیارم. دقت بکنید، افتاد، اینم شد تصویرش. یعنی چی؟ یعنی دامنه من مقادیری است که از 0 تا 5 تعریف میشه. خب بین 0 تا 5 من بی شمار عدد دارم، پس x من عضو اعداد حقیقیه و x من بین چند قرار میگیره؟ 0 و 5. پس تصویرشو من انداختم روی محور چی؟ x ها. این شد دامنه من. حالا میخوام بردو به دست بیارم، تصویر همینو میندازم روی محور چی؟ y ها. چقدر راحت شد. یعنی از کجا میشه؟ بین 0 تا 3 میشه. اینجا دیگه میگم y من عضو آره، y هم کجا قرار گرفته؟ بین 0 تا 3. پس دامنه این نموداری که به ما دادن مقادیری است بین 0 تا 5، اون چیزی که روی محور x است تصویرش، و بردش مقادیری است بین 0 تا 3. خب اگر نمایش یک تابع به صورت نمودار ون در اختیار باشد، مجموعه ی همه عضوهایی که از آنها پیکان خارج شده است دامنه تابع و مجموعه هایی که به آنها پیکان وارد شده است برد تابع است. یعنی چی؟ مثلا دارم میگم یک اومده به 5، مثلا در ساعت 1 دمای اتاق 5 درجه سانتیگراد، در ساعت 2 دما 6 درجه سانتیگراد، در ساعت 3 7 درجه و در ساعت 4 8 درجه. خب بچه ها از اینجا داره میره، اینجا داره وارد میشه. میتونم اول اینو تبدیلش کنم به چی؟ زوجهای مرتب. بگم چی؟ 1 با 5 در ارتباطه، 2 با 6، 3 با 7، 4 با 8. مؤلفه های اول دامنه من، مؤلفه های دوم میشه برد من. پس میتونم بگم دامنه تابع چی بچه ها؟ 1 2 3 4، 1 2 3 4، و برد من چیه بچه ها؟ 5 6 7 8. نوشتم اینجا. پس حواسمون باشه، حواسمون باشه، اگر به من نمودار ون دادن، اونجایی که داره خارج میشه در واقع دامنه
اونجایی که داره وارد میشه، میشه در واقع برد من. خب بچه این مثال دقت کنیم. اگر رابطه این عبارت مربوط به یک تابع باشد، گفتم چی؟ گفتم هر رابطه تابع نیست. خودش داره میگه رابطه این مربوط به یک تابع است. پس من باید چیکار کنم؟ مؤلفه اول یک. مؤلفه اول یک. خب این رابطه که نمیتونه تابع باشه، چون مؤلفه اولشون مثل همن. چه وقت تابع میشه؟ آفرین، مؤلفه های دومشون مثل هم بشه. خب حالا ادامه سوال بریم. مقدار اما به دست بیارید، سپس دامن و برد رو بنویس. خب میام اینجا. مؤلفه دوم ام دوی منهای دو ام رو مساوی مؤلفه دوم سه قرار میده. خب سه رو میارم این طرف، تجزیه میکنم، به دنبال دو تا عدد میگردم که ضربشون بشه منفی سه، جمعشون بشه منفی دو. مثبت یک، منفی سه. ضرب بکنید، منفی سه. جمعش بکن، منفی دو. اگر ام به علاوه یک رو من بگذارم صفر، ام میشه منفی یک. ام منهای سه رو بذارم صفر، ام چند میشه؟ سه. پس من مقادیر ام رو به دست آوردم. گفتم چی اگه خاطرتون باشه؟ هر متغیری که دادند باید جایگذاری کنیم. پس من میام ام مساوی منفی یک رو جایگذاری میکنم اینجا. چی به من میده؟ اینو به من میده. خب چیزی که مشخصه یک و سه تکرار شده، باش کاری نداریم. خب یه چنین چیزی به من میده. شد چی؟ یک و سه منفی یک و چهار منفی یک و هفت. بدین صورت میخوام ببینم به ازای ام مساوی منفی یک آیا این رابطه میتونه تابع باشه؟ میگیم خیر. چرا؟ چون مؤلفه اولشون مثل هم شد. مؤلفه اول مثل هم باشه دیگه تابع نیست. چه وقت تابع میشد؟ که مؤلفه دومشون مثل هم باشه. آیا دوم مثل همن؟ نه. پس کلن به ازای ام مساوی منفی یک این رابطه من نمیتونه بیانگر یک تابع باشه. حالا میام اینجا. بیام ام مساوی 3 رو بررسی بکنیم. اگر ام مساوی 3 رو قرار بدم اینجا یه چنین چیزی به من میده. خب یک و 3 تکرار در مجموع تأثیر نداره. یکیشو می‌نویسم، ما بقیه رو دارم. خب نگاه میکنم. مؤلفه اول یک منفی 1 3 مثل همه. پس این عبارتی که من دارم تابع است. پس میگم رابطه فوق به ازای ام مساوی 3 معرف یک تابع است. خب تموم شد. حالا از من دامنه و بردش خواسته. تعریف دامنه چی بود؟ همون ایکس همون بود، همون مؤلفه های اول ما بود، یک منفی یک 3. برد چی؟ مؤلفه های دوم یا همون ایگرگ های من 3 4 و 7. خب مثال بعد رابطه‌ای بنویسید که دامنه آن شامل دو عضو بوده. دامنه آن یعنی مؤلفه های اولش، یعنی همون ایکس های من، میگه فقط دو تا عضو داشته باشه، ولی بردش یعنی مؤلفه های دومش بی نهایت عضو داشته باشه. حالا چی میگه؟ میگه این رابطه‌ای که نوشتید تابع هست یا نه؟ میگیم دامنه رو من فرض میکنم اون دو تا عضوی که قراره داشته باشه A و B باشه. حالا چون بردش گفته بی نهایت هست، من میتونم بردش رو بگیرم کل مجموعه اعداد طبیعی. چی بگم؟ اینطور میگم A1 A2 دیگه چی؟ B1 B2 B3 تا L آخر. یعنی چی؟ یعنی دامنه من مؤلفه های اول من همون ایکس های من دو تا عضو بیشتر نداره، همون A و B هم. ولی بردش بی نهایت عضو داره. A میتونه با 1 باشه، A میتونه با 2 باشه، با 3 باشه، تا الی آخر B چی؟ با 1 باشه، با 2 باشه، با 3. یعنی فقط باید A و B رو داشته باشیم، ولی برد مؤلفه دوم هر چی که میخواد باشه. خب بچه این آیا میتونه یک تابع باشه؟ میگیم نه. چرا؟ چون مؤلفه اولشون شبیه همه.
مؤلف های اول شبیه هم باشه نمیتونه، آ نمیتونه هم از یک تبعیت کنه هم از دو، مگر اینکه یک و دو با هم برابر باشن، مگر اینکه مؤلفه های دوم با هم برابر باشن، که این نشدنیه. پس این رابطه که ما نوشتیم نمیتونه معرف یک تابع باشه. مثال بعدی، رابطه بین این سری دامنه آن بی نهایت عضو داشته باشد، یعنی مؤلفه های اول، یعنی ایکساش بی شمار عضو داره ولی بردش تک عضویه. یعنی چی بچه؟ اینطوری من برد رو میگیرم چی؟ ای. مؤلفه دوم رو میگیرم ای، ولی مؤلفه اول منفی یک، صفر، یک، دو، منفی دو، هر چی که میخواد باشه. آیا مؤلفه اولشون شبیه همه؟ نه. پس این میتونه تابع باشه. یعنی چی؟ یعنی این که در ساعت، مثلا دارم میگم، اگه صفر رو ما ساعت 12 در نظر بگیریم، در ساعت 12 دمای اتاق آ درجه است، در ساعت 1 هم دمای اتاق آ درجه است، ایرادی نداره. در دو ساعت مختلف میتونیم دو تا دما داشته باشیم، این هیچ ایرادی نداره. پس چون مؤلفه های اولشون مثل هم نیستند، پس این رابطه ای که ما داریم در واقع بیانگر یک تابع استش. حالا بیایم تعریف ضابطه رو داشته باشیم. میگه اگر فرمولی بین مؤلفه های اول و دوم یک رابطه پیدا کنیم، اونو میگیم ضابطه. مثلا چی؟ یه چنین رابطه‌ای به من میدن، میخوایم ببینیم آیا میتونم بین مؤلفه های اول و دومشون یک رابطه به دست بیارم، یک قانونی به دست بیارم. خب مؤلفه اول یک، مؤلفه دوم یک، مؤلفه اول دو، مؤلفه دوم هشت، مؤلفه اول سه، مؤلفه دوم 27. خب اینو دقت بکنید، گفتم مؤلفه های اول دامنه من هست، همون ایکس همه. بچه اگر ایکس رو به توان سه برسونم، آیا ایگرگ به دست میاد؟ یک به توان سه، یک. دو به توان سه، هشت. سه به توان سه، 27. پس میگم چی؟ ایگرگ من در واقع همون مکعب ایکسه. ایکس به توان سه میشه همون ایگرگ من. پس من تونستم برای این رابطه یک قانون پیدا بکنم. پس در واقع رابطه یعنی زوج مرتب، یعنی پرانتز، ولیکن ضابطه یعنی ایکس و ایگرگ، تموم شد رفت. این تو ذهنتون باشه. حالا بعدی رو ببینید، یه رابطه دیگه دارم، یک سه، دو چهار، سه پنج. ایکس من اینجا چنده؟ یک. ایگرگ من چنده؟ سه. ایکس من دوه، ایگرگم شان شده چهار، ایکس من سه، ایگرگ هم شده چی؟ پنج. بچه اگه من به ایکس دو تا اضافه بکنم میشه ایگرگ. یک با دو میشه سه، دو با دو میشه چهار، سه با دو چند میشه؟ پنج. پس من میتونم بگم قانونی که میتونم برای این رابطه به دست بیارم اینه، ایگرگ های من زمانی به دست میاد که به ایکس هم دو واحد اضافه بکنم. پس میگم چی؟ قانون برای این رابطه میشه ایکس بله بدون، که ما به این میگیم چی؟ ضابطه. پس ضابطه یعنی همون ایکس و ایگرگ.